حامی صلح هستند، آنها را نکشید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما بینندگان خوب تلویزیون اصلاح، خوش آمدید به برنامه مجله دانشجویی. عزیزان و گرامیان، در بحث این هفته بیشتر می‌پردازیم روی دادن مثبت ما امروز توجیه و تقبیح حمله ای که به روز دوشنبه به دانشگاه کابل و منجر به شهادت تعداد کثیری از هموطنان ما که همگی دانشجویان جوان بودند، ما امروز جمع شدیم تا این عمل غیر انسانی و غیر اسلامی را تقبیح و توجیه کنیم. همدردی کردن با شهدای انتحاری که در پانتون کابل صورت گرفت و همچنان بیان قطعنامه که توسط اتحادیه محصلین بیان شد برای گوش همه رسانیدن بود. این تجمع به خاطر اینه که ما عرض خور به مسئولین برسانیم، به مسئولین دانشگاه هرات، به مسئولین وزارت تحصیلات عالی، که جان دانشجویان با اهمیته و این جان دانشجویان در این اوضاع به مراتب در خطر قرار داره و ما خواهان از اینیم که امنیت دانشجویان و امنیت جانی دانشجویان هرچی بهتر گرفته باشه. همه کسایی که حملات تروریستی انجام میدن برای اینا ثابت بگردانیم که ما هیچ وقت عقب نشینی نمی کنیم و از تحصیل خود منصرف نمیشیم و این که ابراز همدردی بکنیم با فامیلای دانشجویی که به پانتون کابل به شهادت رسیدن و همچنان به خاطر امروز جمع شدیم که روحیه خور باز بکنیم، تقویت بدیم، هم دیگرای خود دست اتحاد با هم بدیم که هم به نیروهای امنیتی ثابت بکنیم که باید از ما دفاع بکنن تا امنیت پانتون هرات گرفته بشه. ما نمیدانیم چه گروه ها و کشورهای در پشت این حملات تروریستی دست دارن، اما باید بدانن که نسل بعد از اونها نسبت به آنها واقعا لعنت خواهد گفت که با چنین حق جنایت ها و مشکلات دانشجویان افغانستان را به مشکلات وامی دارن. و ما امروز هدف ما همی است که یک پیام را داشته باشیم برای تمام جهان که ما هیچ وقت از تلاش دست بر نخواهیم داشت. خوشت از همه این که ما پیام تسلیت و ابراز همدردی و همدلی داشته باشیم با شمار زیادی از دانشجویان دانشگاه کابل، با شمار زیادی از دوستان ما، همقطاران ما، با خانواده ها و نزدیکان و اقارب شمار زیادی از دانشجویانی که در نتیجه حمله خونین و غیر انسانی و غیر اسلامی متاسفانه دوشنبه گذشته جام شهادت نوشیدن. انشالله اگر امنیت ما گرفته شه با انگیزه بیشتر درس بخونیم تا به دشمنان خود ایر بفهمونیم که ما در برابر حملات از اینا تسلیم نمیشیم و هیچ وقت نمیگذاریم که جنگ تفنگ بر جنگ قلم پیروز بشه. این حملات به هیچ وجه نمیتونه که از فرا گرفتن علم و دانش ما بکاهه و ما بترسونه از این چیز که ما دیگه پوانتون نیاییم و یا علم اینا فرا نگیریم. و صلاح ما فقط قلم مانه و دانش ما و علم مانه. امیدوارم که دوباره از این عملات جلوگیری صورت بگیره. دشمنان افغانستان بدانند که هیچ کدام از این دانشجویان که در راستای بالا بردن سطح علمی این کشور زحمت میکشن به هیچ وجه این حملات باعث از این نمیشه که اونا از این اقدام خود دست بکشن و ما هرچی این حملات بیشتر شه ما هم بیشتر و بهتر برای تحصیل خود کوشش میکنن تا که در آینده بتوانیم که افغانستان از این وضعیت اسفبار نجات بده. برای تمام مردم افغانستان امید میدم و برای تمام دانشجویان امید میدم که هیچ وقت ما از تلاش خود، از همت و اراده خود دست بر نخواهیم داشت و بر همین راه و بر همین قلم و کتاب ادامه خواهیم داد تا زمانی که بر دشمن افغانستان پیروز شویم. در واقع دومین هدف از برگزاری این گرد همایی ای بود که ما پیام بدیم برای تک تک کسایی که میخواهند با چنین حملات روحی و انگیزه قشر دانشجو و دانشجو و دانش دوست و دانش پرور این سرزمین را تضعیف بکنند و اونها را از مسیر اونها باز بدارند به ای که این قشر و قشر دانش دوست این سرزمین از تقلا و تکاپو و تلاش باز نخواهند ایستاد و راه شهدای دانشگاه کابل با قوت ادامه خواهند داد. این یکی از اهداف اساسی و عمده تجمع و گرد همایی امروز ما بود.
شما همچنان بیننده برنامه مجله دانشجویی از تلویزیون اصلاح هستید. عزیزان و گرامیان، صحبت داریم با جناب دکتر محمد عوض دانیال، رئیس اتحادیه محصلان پوهنتون هرات. بیشتر راجع به هدف از برگزاری گردهمایی و چی تأثیری خواهد داشت بر آینده دانشجویان بیشتر صحبت می‌کنیم. هدف از برگزاری تجمع امروزی چی بود؟ امروز طوری که شاهد بودین، محصلان از پوهنتون‌های مختلف پوهنتون هرات جمع شده بودند تا اینکه ما بتونیم به ابتکار اتحادیه محصلان پوهنتون هرات یک گردهمایی به خاطر ابراز همدردی با قربانیان حادثه‌ای که در پوهنتون کابل رخ داد و همچنان ابراز غمشریکی با خانواده‌های از اونا برگزار بکنیم و در ضمن ابراز نگرانی بکنیم از وضع آسیب‌پذیر موجوده محصلان در پوهنتون هرات و در سطح کشور و همچنان دادخواهی داشته باشیم به خاطر ناامنی‌های اخیر ولایت هرات. دقیقاً راجع به دادخواهی گفتیم، دادخواهی شما چگونه بود و چی خواسته‌های شما داشت؟ تشکر. طوری که شاهد بودین، ما تمامی نگرانی های خود را شریک ساختیم در حضور رسانه ها و همچنان در طی یک قطعنامه تمامی موارد و خواسته هایی که اتحادیه محصلین داشت و او نمایندگی از خواسته های محصلان پوهنتون هرات میکنه اونا را مطرح کردیم و این خواسته ها طی قطعنامه بیان شد و به دسترس رسانه ها قرار خواهد گرفت و همچنان این قطعنامه با رهبری پوهنتون و با رهبری حکومت محلی ولایت هرات شریک خواهد ساخته شد. تشکر. گفتیم قطعنامه، انشالله از قطعنامه ما هم مستفید خواهیم شد. از دید شما آیا قطعنامه‌ای که شما صادر کردیم قابل اجرا در پوهنتون هرات خواهد بود؟ تشکر. ما کوشش کردیم که موارد اجرایی رو مد نظر بگیریم با در نظر داشت امکاناتی که پوهنتون داره و مشکلاتی که داره و ظرفیت هایی که موجوده، با در نظر داشت تمام واقعیت ها ما قطعنامه ترتیب دادیم و تمام خواسته های محصلان در او جای دادیم. همچنان ما غافل از امکانات پوهنتون و غافل از ظرفیت هایی که در پوهنتون موجوده و غافل از کمبودی هایی که در پوهنتون موجوده نیستیم و به همو اساس خواسته ها مطرح کردیم که مطابق با واقعیت ها می باشه، که ما امیدواریم که رهبری پوهنتون به این توجه جدی بکنه در زمینه اخذ تدابیر امنیتی این خواسته ها رعایت شوند و در عمل پیاده شوند و همچنان این نیت داریم که با مقام ولایت شریک بسازیم که اونا هم توجه جدی در امنیت محصلان و در امنیت کلی ولایت هرات داشته باشند. تشکر دکتر صاحب. اگر این قطعنامه‌ای که شما صادر کردیم قابل اجرا نبود در پوهنتون هرات، برنامه و یا هدف بعدی شما چی خواهد بود؟ تشکر. ما در پی تعقیب عملی و اجرا شدن این قطعنامه می باشیم. طوری که گفتم، ایر با رهبری پوهنتون، رهبری مقام ولایت شریک میکنیم و پیگیر عملی شدن تک تکی از ماده های این قطعنامه می باشیم و در صورتی که ببینیم که کدام توجه از طرف مسئولین در پوهنتون و در سطح ولایت صورت نگیره، ما دوباره دست به اقدام میزنیم، دوباره مراجعه میکنیم به رهبری پوهنتون، به مقام ولایت و این چون خواسته اکثریت محصلان همینه، ما من حیث اتحادیه محصلین مکلف به پیگیری قضیه هستیم و اگر باز هم ما دیدیم که این قطعنامه تمایل به خاطر عملی شدن از او دیده نمیشه، دوباره دست به همایش میزنیم، تجمع میکنیم تا اینکه بتونیم که دوباره همون موارد پافشاری بکنیم، تثبیت بکنیم و اگر لازم بود موارد جدید در شرایط آینده اضافه بکنیم. خب تشکر دکتر صاحب عزیز. شما بیشتر با محصلا سر و کار داریم، بیشتر به جریان هستیم. از دید شما سر روی محصلان چی تأثیری حملات گذاشت؟ حمله ای که متاسفانه در پوهنتون کابل صورت گرفت، نه تنها محصلان بلکه تمامی اتباع افغانستان متاثر ساخت و به شدت غم انگیز و المناک بود این حادثه. طبعا که محصل بیشتر خود در از این حملات میبینه و احساس میکنه و میبینه که هم نسل از او و همسان از او قربانی این حملات میشه. طبعا که برای محصلین پوهنتون هرات هم این تشویش زایه. وقتی به پوهنتون کابل وارد شدند، وقتی به اونجا ای عمل شوم تانستند انجام بدن، طبعا که ای نگرانی و ای ترس وجود داره که خدای نخواسته به پوهنتون هرات هم چنین حادثه و واقعی رخ نده. به همین خاطر ترس بین محصلان در روزهای اول بیشتر بود که حالی الحمدلله او ترس ما کمتر مشاهده میکنیم و ما هم همین تلاش داریم که نشه که ما بیشتر از این که متوجه تدابیر و پافشاری بر خواسته ها داشته باشیم، نشه که بین محصلین ترس ایجاد بکنیم و ای از راهکارهایی که ما به او متوجهیم که
مواصلان روحیه بگیرند، روحیه داشته باشند و انشالله که هم روحیه دارند و با روحیه قوی تر به صنفا و به دروس حاضر میشن. تشکر دکتر صاحب عزیز. مینیس آخرین سوال، پیام شما برای کسانی که مانی رشد و مانی ترقی دانشیان و دانش آموزان در کشور عزیز ما میشه چی خواهد بود؟ مواصلان او قشر بی طرف در کشور تشکیل میده که بدون کدام دغدغه سیاسی و بدون کدام مداخلاتی که به ضرر جامعه باشد تلاش داره در راستای ساختن خیشتن و در راستای ساختن این جامعه که به هزاران درد و رنج مبتلایه. و می شما بگوییم که این حادثه کابل نشان داد که عموم مظلومانه ترین قتل و کشتار متاسفانه بروی محصلین اجرا شد و ما شاهد از او بودیم. محصل لایق کشتن نیست، محصل کسی نیست که باید با تفنگ با او مقابله کرد. محصل با هزاران مشکلات به سر میبره که توجه جدی حتی از مردم عام میطلبه که گاهی دستگیری بکنند. ما به تعداد بیشمار محصلان داریم که از مشکلات اقتصادی رنج میبرند و از سایر مشکلات، و چنین یک موجودی با همین مواصفات که از خود هیچی نداره و تمام تلاش از او اونه که خود خانواده خود خوروی جامعه ار بسازه، خب آیا و تمام یگانه صلاح از او قلم از اونه و همو کتاب و چپترایی که او داره، آیا مقابله با چنین فرد و یا جواب چنین فرد تفنگ مرمیه؟ که هرگز. بنابراین محصل توجه بسیار جدی نیاز داره. ما اگر حتی بگذاریم از این حمله‌ای که رخ داد، در حالت عادی هم متاسفانه که توجه لازم و کامل به محصلین نمیشه، در حالی که محصل او قشر تشکیل میده که قراره که آینده سرزمین رهبری بکنه. محصل کسیه که در ساختارهای آینده قراره که ستونهای اساسی تشکیل بده. محصل او قشریه که متخصصین و سازندگان واقعی آینده ای جامعه تشکیل میده. بنابراین این قشر توجه بیشتر میطلبه. در کنار ازی که به مسئولیت و به حفاظت از این قشر توجه بشه، نیازه که به سایر ابعاد مشکلات محصلین نیز توجه صورت بگیره. و محصل با هیچ کسی طرف نیست، خصوصا در عرصه سیاست، خصوصا در عرصه جنگ. و این پیام میرسونه که همگی باید توجه خود رو به محصل داشته باشند. هر کسی یا هر گروهی که با گروه دیگه یا با کسی دیگه مخالفت داره، چه مخالفت مسلح، غیر مسلح، سیاسی، غیر سیاسی، محصل باید از این زمینه استثناء باشه و همگی باید توجه خود خور به این قشر آسیب پذیر داشته باشه. ابراز سپاس و امتنان داریم از اینکه بیننده برنامه مجله دانشجویی از تلویزیون اصلاح هستید. عزیزان و گرامیان، در بخش مؤسل و یا دانشجوی فعال صحبت داریم با جناب آقای عبیدالله جان حلیمی. محصل هستند در پوانزه اقتصاد پانتون هرات، همچنین کارهای فرهنگی و بیشتر افتخاراتی که کسب کردن بیشتر با خودشون صحبت میکنیم. سلام بر شما، خسته نباشید. خدایا شروع سخن نام توست، وجودم به هر لحظه آرام توست، دل از نام یادت بگیرد قرار، خوشم چون که باشیم مرا در کنار. با سلام و عرض ادب خدمت شما آقای نیازی و تمام دستندرکاران و کارمندان تلویزیون اصلاح و تمام بیننده های معززی که از پرده تلویزیون همین لحظه ما را تماشا میکنند. امید که عمل لباس عافیت بر تن داشته و در یک در کانون خانواده در فضای مملو از صمیمیت و دور از گزند روزگار بستر ببرید. سلامت باشیم. آقای حلیمی عزیز، بیشتر راجع به خود بگیم که شما در علاوه بر این که محصل هستین در پوانزه اقتصاد چی کار کرده دیگه داری؟ اگر بخوایم بیشتر درباره خود بگویم و درباره فعالیت های خود، بله، از دوران مکتب اگر آغاز بکنم، دوره که شما گفتین باید سلسله که پیموده میشه باید گفته شه، اگر از دوران مکتب آغاز بکنم، بله، به فضل خداوند افتخار عزیزی رو داشتم که به درجه عالی و درجه اول از مکتب فارغ شدم و 11 سال از مکتب به درجه اول تمام کردم و به رشته دلخواه خود که امان اقتصاد است و دیپارتمنت ملی کامیاب شدم و فعلا مصروف تحصیل در این دانشکده هستم. در زمینه های فعالیت هایی که توانستم که
از فرصت هایی که هست استفاده کنم. گاهن چالش هایی وجود داره، بتوانیم چالش ها را به فرصت ها تبدیل کرده و به نفع خود استفاده کنم. تشکر. آقای حلیمی، راجع به مکتب گفتیم که الحمدلله خیلی خوب به اول نمره فارغ شدین و صنف اول هم اول نمره بودیم. راجع به کارکرد خود دقیقا در ایامی که شما محصل و یا دانشجو هستین بیشتر صحبت کنی، از وقتی که پانتون آمدیم شما تا حال چی کار کردی داشت؟ تشکر از سپاس از امتنان از سوال زیبای شما. اگر در این بخش مشخصا بپردازم که چی کار کرد آیا داشتیم در پانتون، در محیط دانشکده خود چی فعالیت های داشتیم؟ بله، فعالیت های داشتیم در مبحث های فرهنگی، اجتماعی و مدنی. اگر خواستن نام ببرم، در برنامه های گوناگون ما شرکت داشتیم، از جمله اولپرایز بود و از جمله عضو HU دیبت کلاب یا ایرات یونیورسیتی دیبت کلاب یا باشگاه مناظره ایرات و همچنان در مسابقات افغان میوین یا مدل آف یونایتد نیشنز شبیه سازی سازمان ملل متحد و در بخش های اجتماعی فعالیت های در نهادهای مختلف غرض خدمت به هم نوان و مردم خود و همچنان در بخش های مدنی هم فعالیت های داشتم. تشکر. گفتیم چندین برنامه رو گفتیم، اگر یک برنامه رو منحیث نمونه بگیم که چگونه انتخاب شدیم و راز موفقیت شما دقیقا در چی بود؟ اگر در مبحث برنامه هایی که گفتین، اگر نام ببرم، در قسمت اول مثلا اولپرایز یا جایزه نوبل دانشجویی که ما در او اشتراک نمودیم، اولپرایز 2020 بود که یک نوع از برنامه هایی بود که در بین 110 کشور جهان برگزار میشه و یک معزل در جهان مطرح میشه و دانشجویان روی از او کار میکنن و طرحهای ارائه میکنن برای حال معزل. ما با سه تن از همتین میان خود که چهار تن میشدیم در این مسابقه اشتراک داشتیم و توانستیم که از بین 205 تیم برتر دانشگاه ایراد به تا 32 بهترین را بیابیم و بنابر مشکلی که پیش آمد نتونستیم به زمان رای آزدر بشیم، اگر نمیتونستیم که پیشتر هم بریم و در مسابقات منطقوی را بیابیم. اگر از بخش ایرات یونیورسیتی دیبت کلاب بگم یا مناظره دانشجویی، بله، در مناظره دانشجویی من خوشبختانه توانستم که عضو از باشگاه باشم و روی مسائل عمده ای که وظیفه ما جوانان ایجاب میکنه و رسالت ما ایجاب میکنه، در اون مبحث ها دیبت های داشته باشیم و مناظره های داشته باشیم که بالاخره یک براینده که به یک فراینده، یک فراینده که به براینده مطلوبی برسه و یک نتیجه مطلوبی بگیریم. در این مبحث من در یکی از مناظره های دانشجویی اشتراک داشتم که از طرف باشگاه مناظره ایراد و انجمن مطالعات صلح برگزار شده بود که تا نیمه نهایی را یافتیم، از او مبحث ما تقدیرم به عمل شده و در مبحث دیگر که مدت قبل در مسابقات مناظره دانشجویی ایراد که منیان سه دانشگاه غالب، جامی و پانتون ایراد بود برگزار شده بود، خوشبختانه ما توانستیم در مسابقات را بیابیم و از بین 24 تیم برتر توانستیم که ما فاینالیست باشیم و ما دو نفر هم تیمی بودیم در این مبحث دیبتا، توانستیم فاینالیست شیم و مقام دوم ما بین همین سه دانشگاه کسب کنیم از بخش جینیر که در این مبحث بود و از بخش افغان میوین یا مدل آف یونایتد نیشنز شبیه سازی سازمان ملل متحد که من در او اشتراک داشتم که این مسابقه انفرادی بود که در او توانستم که با تلاش و ممارست زیاد بعد از مدت زیاد با اشتراک و کامل و درخشیدن در مسابقات ولایتی ایراد خوشبختانه شد که با مسابقات ملی انتخاب شدم و فعلا هم تقریبا با 23 نوامبر مسابقات ملی در ولایت کابل برگزار میشه و از ولایت مختلف میاین و مسابقه برگزار میشه و ما روی از او ببینم که انشاءالله اگر شد که خواست خدا بود که از او مبعث هم افتخارات به دست بیاریم و بتوانیم با مسابقات بین المللی را بیابیم. انشاءالله آرزوی موفقیت برای شما و تمام کسانی که واقعا زحمت میکشن داریم. آقای حلیمی، ما شنیدیم که گهگاه شما شعر هم میسرایم و نوشته هم میکنیم، راجع به شعر بگیم که چی شد که از اقتصاد رفتیم و بخش شعر و ادبیات رفتیم و اگر دوست داشته باشیم یک شعری هم با ما دکلمه کن. زنده باشین، سپاس از شما، لطف شما نه، اگرچه کوچکتر از دو هستم که
در مبحث علم و ادب در سلسله علم و ادب سخن بگیم، اما شما لطف نمودین گهگاهی بله این چیزایی هست که از دل میبره و نیاز یعنی ارتباط با رشته ما نداره، گهگاهی از دل می نشینیم و بعضا شعرهای می نویسم یا به نویسندگی علاقه زیاد دارم و این علاقه و شوق زیاد من باعث شد که در این مبحث رو بیارم و بعضا شعرهای می نویسم و به دکلمه می پردازم چون علاقه زیاد دارم. اگر خواسته باشین درسته بله یک شعر برای شما دکلمه میکنم. ای خدای من، ای دوای تمام دردهای من، ای مونس روانم دم تنهایی من، چه گویم این همه راز در دل تنهای من، به مهری ها بسیار و روانه همه آشنای من، بی الفتی ها و بی رغبتی ها شده اساس جامعه، کسی بی مطلب ندیدم در این نومه های من، ایان که در بی میری ها جانانه محبت میکنی، وجودت و شدت کافی است توی همه هوای من، لحظه ای بیرون نخواهم ز وجودم هوای تو، کان لحظه بیوده خواهد بود دار دنیای من، ای مدونگر و زیبا ساز همه عالم را سیماگر توی، توی مفهوم عشق آگاه همه برخواسته دلها توی، بار الها سخنها در وصفت نارسایی دارد، علی میبس است او داند همه نگفته های من. بسیار عالی، بسیار عالی بود جناب آقای علیمی. در دو سه جمله از شما راز موفقیت و چگونگی موفقیت و چگونگی برنامه‌ریزی یک دانشجوی موفق را از شما میشن. تشکر و سپاس از شما و از لطف و مهربانیتان و از کوچک نوازیتان. راز موفقیت اگر من در چند جمله خلاصه بکنم این خواهد بود که من اما موفقیت های خود را در دو بحث ربط میدم. در مبحث اول اما موفقیت های خود را از آن او خداوند متعال میدانم که همیشه توکل بر او داشتم و با این توکل پیش رفتم و این شد که من به این موفقیت ها دست بیابم و تمام موفقیت های خود را مدیون تشویق ها و مشوق های اصلی خود که امان والدین و امان پدر مادر من، اما پدر مادر که محیط آماده ساخت برای ما و همیشه دغدغه ای نداشتن بغیر از مساعد کردن زمینه برای آماده کردن من. و مبحث سومی که من میتونم برای از اشاره کنم راز موفقیت من اینه که خدمت کردن به مردم من و ای که نفع برای هم نوان خود داشته باشم، همونطور که پیامبر بزرگ حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در این مبحث حدیث داریم که میگه بهترین شما پرنفع‌ترین شماست و خیرترین شماست، من عشق می‌ورزم به می که نفع از من به مردم من برسه و این باعث شده که من بتوانم در مبحث های خدمت داشته باشم، در مبحث های فعالیت های اجتماعی که همه چیز. و یکی چیزی که ما اگر تعریف از موفقیت داشته باشیم، اما موفقیت به این برمیگرده که ما باید ترس از شکست نداشته باشیم، باید هیچ وقت از شکست نترسیم چون شکست جزء موفقیت است و مرحله اول موفقیت است. و هیچ وقت به این تمام معاصلا و تمام کسایی که در هر مبحثی هستند، موفقیت نظر به شرایط خود شخص در امو احوال خود شخص تعریف میشه، یعنی یک شخص باید هیچ کسی خود نسبت به دیگر مقایسه نکنه، بتوانه که اگر شما توانستین که با شرایط خود به اوضاع مشخص خود افتخار بیافرینین و طور زندگی کنین که خود شما لذت ببرین، این خود وظیفه صورتگیر کارآفرینی 12 ماه یا 12 سال در این دو کتاب ذکر کردن که تمام اشخاص موفق دنیا به طور اوسط 4 بار شکست تجربه کردن، یعنی هیچ کسی نمیتونه که بدون تجربه کردن شکست به موفقیت برسه، باید همیشه بر توانایی خود باور داشته باشیم و کوشش بی انتهای خود را بکنیم و چیزی که اضافه میکنم باید توکل بر الله خود داشته باشیم. سپاس از این که بیننده برنامه خود مجله دانشجویی از تلویزیون اصلاح بودید. عزیزان و گرامیان، داشته‌های برنامه این هفته ما همین قد بود که تقدیم حضور شما شد. به امید این که در کشور عزیز ما صلح واقعی حکم فرما بشه و تمام دانشجویان و دانش آموزان با خیال راحت و آرامش کامل سر درس‌ها حضور پیدا کنند و باعث پیشرفت در کشور عزیز ما افغانستان شوند. تا دیدار بعدی، خداوند یار و مدد.